معجزات قرآن. خداوند متعال 14 قرن پیش قرآن را به عنوان کتابی برای راهنمایی انسان‌ها فروفرستاد. او مردم را به پیروی از این کتاب فرا خواند تا به راستی و درستی رهنمون شوند. کتابی که از اولین روز وحی تا روز قضا یگان راهنمای انسانیت خواهد ماند. سبک بی‌نظیر قرآن و حکمت برتر موجود در آن مدرک آشکاری است بر الهی بودن آن. به علاوه قرآن خصوصیات اعجاب‌آمیزی دارد که اثبات می‌کند وحی و کلام خداوند سبحان است. یکی از این خصوصیات این حقیقت است که تعدادی از واقعیات علمی که ما تنها از طریق تکنولوژی قرن بیستم توانستیم کشف کنیم حدود 1400 سال پیش در قرآن عنوان شده است. البته قرآن کتاب علمی نیست. با این وجود بسیاری از حقایق علمی که به روش بسیار مختصر و عمیق در آیات آن آمده اند امروزه با تکنولوژی قرن بیستم کشف شدند. این حقایق در زمان نزول قرآن برای مردم ناشناخته بود و این مطلب باز هم نشانی بر این که قرآن کلام خداوند بزرگ است. به منظور درک اعجاز علمی قرآن ابتدا باید به سطح علم در زمان نزول این کتاب مقدس نگاه بیفکنیم. در قرن هفتم وقتی قرآن کریم نازل شد جامعه عرب اعتقادات خرافی و بی اساس فراوانی درباره واقعیت‌ها و موضوعات علمی داشت. به خاطر نبود فناوری برای بررسی جهان هستی و طبیعت، اعراب اولیه به افسانه‌های به رسیده از نسل‌های گذشته معتقد بودند. مثلا آنها تصور می‌کردند که کوه‌ها آسمان را بالا نگه داشتند. فکر می‌کردند که زمین مسطح است و کوه‌های بلندی در حد و سر آن وجود دارند. همچون ستون‌های طاق بلند بالای آسمان را حفظ می‌کنند. در هر صورت تمامی این عقاید خرافی جامعه عرب توسط قرآن رد شد. در آیه دوم سوره رعد آمده است: خداوند کسی از آسمان‌ها را بدون هیچ ستونی که ببینند برافراشته است. این آیه این اعتقاد که آسمان به علت وجود کوه‌ها در بالا می‌ماند را از اعتبار ساقط می‌کند. در بسیاری از موضوعات دیگر حقایق مهم آن هم در زمانی که هیچ کس نمی‌توانست آنها را دریابد و اشکند. قرآن در زمانی نازل شد که مردم در مورد نجوم، علم فیزیک یا بیولوژی اطلاعات بسیار ناچیزی داشتند و این کتاب عقایدی کلیدی درباره موضوعات مختلفی از قبیل خلقت جهان هستی، خلقت بشر، ساختار جو و تعادلات ظریفی که حیات بر روی زمین را ممکن می‌سازد در بر می‌گیرد. اکنون شایسته است با هم نگاهی به برخی از این معجزات وحی شده در قرآن داشته باشیم. معجزات علمی قرآن. پیدایش جهان هستی. در آغاز جهان در قرآن توصیف می‌گردد: او پدید آورنده آسمان‌ها و زمین است. اطلاعات ارائه شده در قرآن با یافته‌های قطعی علم معاصر کاملاً مطابقت دارد. نتیجه که فیزیک کیهانی امروزه بدان دست یافته آن است که هستی روی هم با ابعاد ماده و زمان در نتیجه یک انفجار عظیم
در پی زمان رخ داده به وجود آمده است. این حادثه انفجار بزرگ نامیده شده و با توجه به آن جهان در نتیجه انفجار یک نقطه واحد از عدم پدید آمد. مجامع علمی مدرن موافق هستند که در حال حاضر انفجار بزرگ تنها توضیح منطقی و قابل اثبات برای آغاز جهان هستی و چگونگی پیدایش جهان است. پیش از انفجار بزرگ هیچ چیزی به صورت ماده وجود نداشت و جهان از یک وضعیت عدم وجود که در آن نه ماده، نه انرژی و نه تا زمان وجود داشته پدید آمده و این وضعیت تنها به صورت ماوراءطبیعی قابل توصیف است. ماده، انرژی و زمان همگی بدون سابقه قبلی خلق شدند. این حقیقت که اخیراً از طریق علم فیزیک مدرن کشف شد 1400 سال قبل در قرآن به ما اعلام شده بود. گسترش جهان. در قرآن که 14 قرن پیش در زمانی نازل شد که علم نجوم هنوز در ابتدای راه بود، توسعه جهان این چنین توصیف شده است: و ما آسمان را با قدرت بنا نهادیم و همچنان آن را گسترش خواهیم داد. کلمه آسمان که در این آیه آمده در آیات مختلف قرآن به مفهوم فضا و جهان به کار رفته است. در اینجا باز همین کلمه به همین مفهوم به کار می رود. در ادامه آن بیان می شود که جهان توسعه می یابد و این همان نتیجه است که علم امروزه به آن رسیده است. تا آغاز قرن 20 تنها دیدگاه رایج در جهان علم آن بود که جهان هستی ماهیت ثابتی دارد که از زمان لایتناهی وجود داشت. تحقیق، مشاهدات و محاسبات صورت گرفته به وسیله فناوری مدرن نشان دادند که در هر صورت جهان آغازی داشته و دائما توسعه یابد. در آغاز قرن 20 فیزیکدان روسی الکساندر فرایدمن و کیهانشناس بلژیکی جورج دیمیتر به طور نظری محاسبه کردند که جهان در تغییر دائم و در حال توسعه است. به واسطه این حقیقت اطلاعات مشاهده شده در سال 1929 نیز اثبات کردید. هنگامی که ادوین هابل، ستاره شناس آمریکایی، با یک تلسکوپ آسمان را مشاهده می کرد، دریافت که ستارگان و کهکشان‌ها دائما در حال دور شدن از یکدیگرند. جهانی که در آن همه چیز دائما از هم دور می‌شوند، بر جهانی دلالت داشت که دائما توسعه می‌یابد. مشاهدات صورت گرفته در سال‌های بعد تأیید کرد که جهان هستی دائما در حال توسعه است. این حقیقت موقعی در قرآن شرح داده شد که هنوز برای همه ناشناخته بود، چرا که قرآن کلام خداوند خالق و فرمان روای کل عالم است. مدارها. در هنگام اشاره به خورشید و ماه در قرآن تأکید می شود در یک مدار معین حرکت می کنند. او آن خدایی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید و آنها در مدار فلکی